السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عزیزای دل سلام و درود خدمت هر یک شما عزاداران عزیز. امید که جور صحتمند باشین، از هر گوشه ای که بیننده هستین، در هر گوشه ای که هستین تنتان سالم و لبتان خندان باشه. باز هم یک بار دیگه فرا رسیدن ماه محرم و شهادت سرور سالار شهیدان و یاران با وفایش را به تمام مسلمین جهان علل خصوص عزاداران و عاشقان آن حضرت تسلیت عرض میکنم. عزیزای دل خدا بکنه که همه ما و شما از جمله عزاداران واقعی اهل بیت، عزاداران واقعی امام حسین به حساب بیاییم و در این ماه بزرگ، ماه پرفیض بتانیم که نظر و خیرات و دعا و عزاداری خوبی بتانیم در محضر حضرت امام حسین علیه السلام. امروز قرار است که دوستای عزیز بیرون آمدیم بازار، یک گزارش از عزیزا و هموطنا داشته باشیم در رابطه با این که همگی در ماه مبارک رمضان عزاداری میکنن، همه شیعیان، همه مسلمانان در هر گوشه و کناری که هستن هر سال این مراسم بسیار با شکوه تجلیل میکنه از محرم که امروز اول محرم هست. بیایم از هموطنهای ما بپرسیم که آیا تنها کفایت میکنه که ما و شما فقط عزاداری بکنیم و اشک بریزیم در این ایام، یا بتانیم یک عزادار واقعی باشیم، یا بتانیم واقعا ائمه معصومین علی خصوص ابا عبدالله حسین یک الگو برای خودمان قرار بدیم از اخلاق و شخصیت و از رفتار و از کرامت ائمه معصومین، ما هم یک الگو بگیریم و بتانیم شخصیت را از ویژگی های اونا در شخصیت خود بیافزاییم. میریم باش امی لالای خورترک، ما چقدر خوب بیرق زده امروش صحبت کنیم. سلام لالای جان. سلام. خوب هستی؟ بخیر. چون بیرق زدی؟ کی زدی بیرق؟ دیروز. دیروز؟ باز چند شد؟ پیسه هم گرفت؟ وقت گرفته بودم. وقت گرفته بودم؟ دو سال پیش ها. باز امروز هم دادی نه؟ مسجد هم میری شما؟ تازه محرم شروع شده نه؟ امشب بود. امشب بود؟ سینم زدی؟ آفرین. نام چیست؟ علی سجاد. علی سجاد. ماشاءالله علی جان. بخیر باشی. خب دوستای عزیز، پیشتر ما یک نو فکر میکنم هموطنهای ما یک ساعت قوی خانه زده. بریم امروشون صحبت بکنیم. فکر میکنم همه فرار کرده. سلام علیکم. سلام لالا جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت مند؟ مسئول امی سقفخانه شما هستین دیگه؟ سقفخانه است یا تنها امی چی میفروشین؟ نه، بیرق فروشی است. باز از روز یفت بابات سقفخانه میزنید. امروز اول محرم هستک و شما هم آمادگی ها را گرفتین؟ ما 3-4 روز پیش این آمادگی گرفتیم. 3-4 روز پیش گرفتین. بسیار خوب. تسلیت باشه برای همه ما و شما ایام محرم و شهادت ابا عبدالله حسین. لولا یک سوال میکنم. ده ما خب همگی ما و شما عزاداری میکنیم. بله. همگی ما و شما خب امو رسم و رسومی که در یک عزادار باید داشته باشه را ادا میکنیم، نذر و خیرات میکنیم. بر علاوه این کارهایی که ما انجام میتیم، اشک میریزیم و میریم در تکیه خانه ها، به نظرتون از دید شما یک عزادار واقعی ده ما چی کارها را باید انجام بده و چی باید بکنه؟ باید که دی غریب زیادتر کمک کنه در این ماه، بیشتر غریب کمک کنه دیست شو بگیره. همون پیسه ای رکی به حساب نظر میکنه، مثال یا حالتون سا یا چای یک چیزی، اگه یک جای کنه یک غریب بیتا برزو یک پیسه خوب میشه، میتونم روزگار خب سلانه داره یک روز دو روزی. خب بسیار خب. و غیر از او سوال دیگه ای که ما باید درس ما از قیام امام حسین، از مکتب عاشورا، از خود آقا امام حسین و اهل بیت چی باید باشه؟ چی درسی باید بگیریم؟ باید راستکار باشیم. بله. فریب نتیم کسا.
همین راستکاری رو باید پیش خود بگیریم. پیش خود بگیریم. صداقت. ایستادگی کنیم باید مقابل ظلم. خیلی. چون واقعا این ماهی است که پیروزی خون بر شمشیر هست. ایستادگی در مقابل ظلم و دشمنانی که سر ما ظلم میکنن. بله بله. بسیار خوب. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا هم قبول بکنه زحمات شما را. سلامت باشین. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. خب دوستای عزیز همه قسم با ما همراه باشین. میریم پیام هموطنای ما را در رابطه با محرم، در رابطه با عاشورا، مکتب عاشورا، قیام امام حسین میپرسیم که یک عزادار واقعی چگونه باید باشه؟ آیا تنها یک عزادار باشیم یا واقعا از شخصیت، ویژگی ها و الگوی ائمه معصومین ما باید در خود ایجاد بکنیم؟ پس با ما همراه باشید. دوست عزیز، هر چند قدمی یک بیرق فروشی باز شده که بعد از هفت محرم به بعد اینا سقفخانه هم جور میشن. بریم امروی و هموطنهای ما صحبت بکنیم. سلام علیکم لالا جان. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سعدمندین؟ سلامتین؟ شما خریدار هستین یا که نفروشنده هستین در اینجا؟ از ما یه فروشنده هستیم. بسیار خوب. همی بیرق فروشی از شماست. بیرق فروشی که پس خودم هستم. بسیار خوب. اجرتان با امام حسین علیه السلام. لالا یک سوال داشتم. همه ما و شما خب عزادار امام حسین علیه السلام هستیم. از مکتب امام حسین چی درسی باید بگیریم؟ تنها عزادار باشیم یا نه؟ نه، اینا فقط به خاطر ازی گفتن نمیشه که ما مثلا در این مدت در روزی که مثلا تا ده محرم که امام حسین به شهادت میرسه مثلا ما عزاداری بگیریم. ما میتونیم مثلا تمام سال عزاداری بگیریم، چون امام حسین بسیار به مظلومانه شهادت شدن. مثلا امام حسین مثلا به پیامای زیادی مثلا بر ما گفته است که مثلا شما ای جواده مثلا نباید دین خود را ترک کنین، یا مثلا کسی شما را به مظلومیت مثلا قرار بده، یا کسی سر شما ظالمیت کنه یا دیگه کنه. این مثلا به گونه گفته نمیشه که ما مثلا در تا 40 محرم مثلا ما مثلا عزاداری کنیم. کی ما مثلا هر وقت میتونیم عزاداری کنیم و مخاطر است که مثلا امام حرم یا امام حسین شهید شدن. بسیار خوب، تشکر. در ماه محرم چی چیزا رو باید مراعات بکنیم؟ برای هم پیام شما را هموطنان میشنوند، سخنان شما. در ماه محرم ما باید زیادتر به احترام امام حسین ما باید همیشه باید در مسجد به سخنان بزرگوار باید ما گوش کنیم و باید ما قد بزرگان یا بسیار خوب رفتار کنیم. همین گونه که می پیامبر ما با شهادت رسیده به مو گونه ما باید می در ادمی وقت مقدس ما باید از مثلا سخنان بعد زشت یا باید خودداری کنیم، از خصوصا در مقابل جنگ یا در همی وقت های اخیر که مثلا زیاد انفجار انتحاری هستن خصوصا همی ها باید گم شوند. تشکر، بسیار زیاد، سلامت باشین. خب دوستا بیاین همراه یک زیکی لالای ما صحبت کنیم. سلام علیکم. گپ زدن. سلام علیکم. خوب هستین؟ پشت زانه طرف کامرا دور داده. با گپ زدن نمیتونم. او اینمی گپ زدن از دیگه همی صاحب همی چی شما هستین؟ بیرق فروشی؟ آره. خب چی حال دارین دیگه؟ خوب هستین؟ چند روز میشه که؟ سه روز میشه. یعنی سه روز شما آمادگی گرفته. بعد از هفت محرم اینجا سقف خانم جور میشه؟ اینجا جور نمیشه، از بالا پایین جور میشه. خب شما جور نمیکنید. نه، من خودم جور میکنم. بیرقا رو چند میفروشین؟ یا از 100 رپاس تا 600 یار. از کجا آوردین خودتان بیرق؟ یارم از چیز میبینیم خود سوخته. چطور میبینین شور و شوق و تجلیل امسال نسبت به سال؟ خوب از سال کده که امسال مثلا سرد هست. سرد هست؟ آه سرد هست. هر سال خوب هست. یا من پاکستان هست. امسال از لحاظ امنیت چطور است تا فعلا؟ امنیت امسال خوب هست بهتر هست. در این سال بیچی گفت سال. ما هر سال که بود شب اینجا خواب موشتیم ولی نمیشیم بدن میرین خانه. میرین خانه. دیگه کس کار نداره. از این پیش خود داری بود دیگه بود نمید جمع کنیم. این اطلاس از پیشی خودم رو دوزی کنم بود. سوال چی آجت کنم. خب بسیار خوب. سلامت باشه این اجتان با امام حسین. سلامت باشه. خب دوست عزیز بیاین امروی امیل آلای ما صحبت کنیم. سلام علیکم.
چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما هم از جمله کسایی هستین که اینجا نه ما خریدار هستین؟ خریدین؟ یک دونه را گرفتیم. بیرق برای موتر، موتورسیکل کجا؟ برای موتر. برای موتر، موتورتون کجاست؟ اینجا حساب است. خب همین مرسدس شما بسیار خوب. چی باعث میشه که بیاین بیرق بخرین در موتورتون؟ ماهی محرم است دیگر. نه علی به کل اگه دمی ما دمی عشق امام حسین باعث میشه. خب برای روزی که ما شما از آداری امام حسین می کنیم باید دیگه چه چیزا را مراد کنیم در این ماه؟ ما باید اولش رو باید یک اعجاب و اتجاب باشم. مردا یا دخترا؟ مردا و دخترا. بله. از مردا تعریف تان از حجاب برای مردا چگونه است؟ چیکار باید مردا باید یک ذره از تاجی رفتار و برخورد دیدن و شستن خانم های چیزای ذره مراد. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. خب دیگه کی بیرق میخره؟ خب بیرق میخریدین لالا جان؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیرین، سلامت. بیرق برای موتر میخریدین؟ برای بچه ها تشویق شوه، علاقه پیدا کنه. سر بایسکل و خود ما سر دروازه بزنیم که عزاداری تجلیل کرده باشیم. بسیار خوب. و احترام به امام حسین داشته باشیم، اون گدی باشه ان شاء الله. همین. بسیار خوب. بسیار علی. محرم امسال چگونه می‌بینید؟ تجلیل از محرم امسال نسبت به سال محرم امسال اگر چه با یک نگرانی که از موقعیتی که پیش آمده داریم، ولی ان شاء الله ما هر طور باشه تجلیل می‌کنیم. بله. عشق امام حسین داریم، هر طور باشه خون ما از امام حسین از اکبر رنگ اینترنت تجلیل میکنیم انشاءالله به هر طریق باشه. انشاءالله که به آرامی و بسیار سلو آرامی پیش بره. باقی ما مسئل انشاءالله که آرامی در کشور ما حاکم شد و ما بتونیم هر سال بهتر و بهتر تجلیل کنیم انشاءالله. یک سوال دیگه هم داشتم از شما برادر عزیز که آیا تنها کفایت میکنه ما عزادار باشیم؟ نه. یا بتونیم ما خود آقا امام حسین رفتارش، کردارش، الگو برای جوانا، دختر خانما همگی قرار بدیم؟ نه، تنها عزاداری کفایت هم باید عمل داشته باشیم. دقیقا عمل داشته باشیم. مخصوصا از نهال شروع کنیم که اطفال باشه، اطفال باید نهاده نکنیم در مغزش. مثل یک گلکسی موبایل چطور در حافظش میسواریم هر چیز هم استفاده های بعد خوب میشه، ولی این اطفال هم اگر ما با خون امام حسین، با علی اصغر، با پیروی از ائمه اطهار اگر ما اینا نهادینه نکنیم، اینا امکان داره پودری شوه، امکان داره راه های بد کشیده شوه. مغز از اینا حال کامل تغییر است. هر راهی که ما و شما بتونیم اینا را راهنمایی کنیم، اینا قابل تغییر رهباری از خودمون که اینا الگوگیری کنن. اطفال میگه بیشتر الگوگیری از پدر و مادر، از بزرگتر و برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر الگوگیری میکنن دیگه، راست کار خود قرار میده. بسیار خوب، تشکر، سپاس، سلامت باشین، موفق باشین، خداحافظ. از زیدل با ما همراه باشین، باز هم صحبت هایی داریم با همتونایم. خواه هموطنهای عزیز، در هر قسمت برچی که بیایم ببینیم حال هوای محرم هست و پرچم هست و محرم هست و نوحه هست، یک قسم شور و شوق هیجان هست و آدم بیشتر عاشق امام حسین و اهل بیت میشه، عاشق قیامش میشه، عاشق استادگی و شهامتش میشه و بیشتر وادار میشه که بیایم استاد چاییم در مقابل ظلم و دشمنی و بدی و نابرابری. خب از اینجا بازم یک پرچم فروشی یا بیرق فروشی. سلام لالا جان، چی حال داری لالا؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت. چرا تیر تانا میاری؟ سب که دفعی سوال کنم که خواهش. ای از شماست یا او از شماست؟ او از ماست. او کپر. ای از این لالا است. ای از همسایه ماست. همسایه تان است. خیلی میاییم سراغ شما. شما کارتان انجام بتین. لالا جان بیاییم بیرون نمرویتان صحبت بکنیم. هیچ پروانه نداره. خب کار کردیم. شما از اینجا دیدن همیشه. ما میرم اونجا. خب دوستا ببینین بلیزای محرمی هست. و دیگه پرچمش هست و دسمالا هستن، از اون بیرقای خورد است برای موتر، برای موتر و موتورسیکل هموطنها استفاده میکنن. بیاین اینجا بریم. اینه اینا لو آمدیم سراغتان. باش که سلام علیکم لالا جان، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ مانده نباشین.
چقدر میشه سلامت باشه که اینجا پرچم فروشی؟ سه چهار روز میشه. بسیار خوب. در این 3-4 روز مردم خرید کردن دیگه؟ خرید کردن بسیار. شروع شوق امسال در محرم چگونه هست؟ مثل سال قبل؟ امسال میخواییم که از ساله های قبلی کرده پرشکرده رو بسیار میتر با هیجان و بیشتر کشش میکنیم. سلامت باشید. خب چی دارین اینجا؟ اینا کلای محرمی از دوستاینی هم بیرقش هست، دیگه اینه هم بولیزایش هست که دسپند است و اینی هم پیشانی بند است، نه؟ پیشانی بند است. خب لالا مانده نباشید. سلام علیکم. همچرا خوب هستین؟ سلامت این حال شما خوب است؟ بخیر باشین. شور و هیجان و شوق. سلامت باشین. بخیر باشین. عزیزتان با ایمان حسین. انشاءالله. لوند عجرتان بتا و هر خاص و آرزو و حاجتی که دارین در این ماه ها. انشاءالله. بخیر باشین. زنده باشین همچرا. بخیر باشین. بیا پیش بیا پیش بیا. پیش بیا. گفتن که بیادر ما گفتن 3-4 روز میشه که دکان پرچم فروشی را باز کرده. هدف ما همشه از پرچم پایین کردن و پرچم آوردن پخش پرچم ابو عبدالله حسین علیه السلام است. ما برای فروش تجارت چیزا نمیاریم. بله. میاریم برای نام ابو عبدالله، برای دین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه السلام پخش شود و راه از او را ادامه بدیم. و هدف ما از فروش پرچم و چی فقط پخش پرچم ابو عبدالله است، نه فایده خوردن. شور و اشتیاقی که دارین. بله، همین چیزی که خود امام از ما خواسته و ما به عنوان پیرو و رهرو پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم همین راه ادامه میدیم و پرچم ابو عبدالله را که خودش گفته هر کس که پرچم بالا کند اجرش یکش با صد مقایسه است. به اون بابت ما خدا توفیق دادیم سال تانیسیم بازم پرچم ابو عبدالله را در کل کشور، در هر ساحه کشور، در ولایات، در تمام جای پخش کنیم. الحمدلله. اجر شما هم با ابو عبدالله. زنده باشید. من این سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. لالا جان عزیز بگوین که پیام امام حسین، قیام امام حسین، هدف از قیام امام حسین چی بود؟ اصلا یک پیام داره که اکثر هموطنهای ما او پیام دریافت نکردن. آیا ما تنها یک عزادار باشیم یا نه بیشتر از عزاداری فراتر؟ ببینین پیام حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام در درست در صورت بسنجیم، در صورت جنگ فیزیکی اگر بگویم، امام علیه السلام با او یار 72 نفری که داشت با خودش، درست در جنگ فیزیکی شاید بگویم که اونا برنده شده، اما در جنگ معنوی امام علیه السلام تا امروز پیروز بوده. از روز عاشورای سال 1400 تا فعلا پیروز بودیم. به چی خاطر که راه امام حسین را کیه که نپیموده؟ بیایم تاریخ های کتاب های چی شیعه، چی سنی، چی مردم های غرب ببینیم، بعد از مدت ها دانشمنداش که به یک فهم میرسه از قیام عاشورا که پیامش ای بوده که در برابر ظلم، در برابر ستم هیچ وقت حتی یک تنهایی هم استادگی کن در برابر ظلم. و همچنان پیامش ایسته که ظلم، کسی که ظلم میکنه معنیش این نیست که قدرت داشته باشه. با هر قدرتمندی که ظلم کنه میتواند آدم. و همچنان پیام ما برای امارات اسلامی ایسته که تشکر از اینکه امنیت فعلا برقراره. بسیار عالی صحبت کردن. بسیار عالی. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ سعدمند. بخیر. آمدین بیرق بخرین؟ نه. خب، هم تو گوش کردیم؟ خب، شما کجا میشینید؟ ما همینجا سمیم چیز پرچم. چی آمادگی ها برای محرم گرفتین شما؟ این اول یک دسمال سبز گردن تان انداختیم. دسمال سبز گردن دارم ها. خب، سلامت باشید. خب، همتنهای عزیز، میبینین که برادر ما بسیار عالی صحبت کردن. اگر میبینین هر پرچم فروشی از قوخانه است، اینا هیچ کدامش به عنوان کسب مادیات نیست. فقط به خاطر شور و عشق و هیجانی که نسبت به ائمه معصومین و آقا امام حسین دارن، اینا میان پیام آور صلح است، پیام آور ای است که ما و شما باید در مقابل ظلم و ستم ایستادگی بکنیم، هیچ وقت سرخم نکنیم و حق خدا به دست بیاریم. زیدل سلامت باشین که تا این لحظه با ما همراه بودین. تا برنامه بعدی در ماه محرم
با ما همراه باشین تا برنامه های بعدی ما. خدایا رو نگهدارتان.